ایترنیا تجربه نزدیک به مرگ من یا اندیی تجربه تجربه بخشی بود برای کمک به ساختن دنیایی بهتر برای همه. ایترنیا وسیله است که این تغییر بنیادین را میسر میسازد. ایترنیا سازمان غیر انتفاعی آمول منفعه است که با پشتیبانی عمومی توسط دوست و همکارم جان آر آدت و من پای گذاری شده است. ایترنیا کوشش خیرخواهانه است در کمک به ایجاد آینده بهتر برای کره زمین و ساکنان آن. رسالت ایترنیا پیشبرد تحقیقات، آموزش، تشکیل برنامه های کاربردی مبتنی بر تجربیات متحول کننده معنوی و همچنین فیزیک آگاهی و رابطه تعاملی بین آگاهی و واقعیت فیزیکی می باشد. پانویس سه تجربیات متحول کننده معنوی Spiritually Transformative Experiences تجربه متعالی که علم مادی قادر به توضیح آن نیست این تجربیات منجر به تغییر درک، رفتار و شخصیت فرد می شود ادامه ایترنیا شامل کوشش سازمان یافته است که نه تنها بینش های حاصل از NDE بلکه مجموعه کاملی از تمام تجربیات متحول کننده معنوی را جمع آوری می کند تا با شیوه های عملی و کارساز مورد بهره برداری قرار گیرد. از شما دعوت می کنم با مراجعه به سایت www.eternia.org هوشیاری معنوی خود را افزایش دهید یا تجربه معنوی تان یا هر گونه تجربه دیگری از جمله اندوه از دست دادن یکی از عزیزان و یا رویارویی خودتان یا یکی از عزیزانتان با بیماری علاج ناپذیر را با دیگران در میان بگذارید. ایترنیا همچنین منبع با است برای دانشمندان، دانشگاهیان، محققین، دینشناسان و روحانیونی که مایل به مطالعه و بررسی بیشتر در این زمینه ها می باشند. دکتر ایبن الکساندر، لینچبرگ، ویرجینیا، ده جویه 2012. متن پشت جلد بهشت برین حقیقت دارد تجربه یک جراح مغز و از زندگی پس از مرگ هزاران نفر تجربه نزدیک به مرگ یا اندی داشتند اما دانشمندان اغلب بر این باورند که چون این امری غیر ممکن است دکتر الکساندر هم یکی از همان دانشمندان بود دکتر الکساندر که خود جراح برجسته مغز و اصاب است به بیماری نادری مبتلا شد و هفت روز متوالی در کما بود سپس هنگامی که پزشکان معالج امکان متوقف کردن درمان او را بررسی می کردند، ناگهان چشمانش باز شد و از کما بیرون آمد. او بازگشته بود. بهبودی دکتر الکساندر یک معجزه پزشکی است، اما معجزه واقعی سرگذشته او مربوط به جای دیگری است. در مدتی که جسم او در کما بود، دکتر الکساندر به ماورای این جهان سفر کرد و موجود ای او را به عوالم ژرف موجودیت فرامادی هدایت کرد و او در آنجا به مشاهده و درک حضور الهی نائل شد و توانست با آن مبدع ارتباط برقرار کند. قبل از این تجربه او نمی توانست دانش خود را درباره مغز و عصب شناسی با اعتقاد به بهشت خدا و یا روح تطبیق دهد. اما امروز دکتر الکساندر معتقد است سلامت کامل هنگامی است که ما دریابیم خدا و روح واقعیت دارند و مرگ پایان موجودیت ما نیست بلکه تنها یک انتقال است دکتر ایبن الکساندر علاوه بر تحقیقات علمی 25 سال به حرفه جراحی مغز و اعصاب اشتغال داشته که 15 سال آن در دانشکده پزشکی هاروارد بوده است از طریق سایت اینترنتی www.lifebeyondthis.net با او آشنا شوید پیوست الف گواهی دکتر اسکات وید وقتی که دکتر ایبن الکساندر را در روز دهم نوامبر 2008 با تشخیص ابتلا به مننژیت باکتریایی به بیمارستان آوردند از من به عنوان متخصص بیماری های عفونی خواسته شد که او را معاینه و در مورد بیماریش اظهار نظر کنم دکتر الکساندر در شروع دچار بیماری شبیه آنفلانزا کمردرد و سردرد می شود و در ظرف مدت کوتاهی حال او به وخامت می رود. او را بلافاصله به بخش اورژانس بیمارستان منتقل می کنند. در آنجا از ناحیه سرش سی تی اسکن گرفته می شود و پونکسیون کمری انجام می شود. نتیجه این آزمایشات حاکی از ابتلا به مننژیت گرام منفی بود. بلا فاصله تزریق درون وریدی آنتیبیوتیک بیمار آغاز می شود و با توجه به وضعیت بحرانی او و بروز حالت کما دستگاه تنفس مصنوعی نیز به او وصل می شود. هنوز 24 ساعت هم نگذشته بود که تایید می شود باکتری گرام منفی در مایع نخاعی مربوط به ایکولای است. عفونت مننجیت ایکولای بیشتر در کودکان زیر یک سال دیده می شود و در مورد بزرگسالان بسیار نادر است. در سال کمتر از یک مورد در هر ده میلیون در آمریکا. به خصوص در مواردی که به بیمار ضربه مغزی وارد نشده باشد یا تحت جراحی مغز و عصاب قرار نگرفته باشد و یا بیماری های دیگری مثل مرض قند هم نداشته باشد. دکتر الکساندر در زمان ابتلا به این وضعیت کاملا سالم بوده و هیچ گونه بیماری که معمولا منجر به این گونه مننجیت می شود در او تشخیص داده نشده بود. میزان مرگ و میر کودکان و بزرگسالان مبتلا به مننجیت گرام منفی بین 40 تا 80 درصد است. اما وقتی دکتر الکساندر را به بیمارستان آوردند، علائم تشنج و مراحل اولیه کما در مورد او شناسایی شده بود که هر دوی اینها عوامل خطر برای عوارض و ناهنجاریهای های مغز و اعصاب و مرگ هستند احتمال مرگ متجاوز از 90 درصد با وجود اقدامات صحیح و استفاده بجا از آنتی بیوتیک های قوی ضد ایکولای و رسیدگی دقیق پزشکان و پرستاران بخش مراقبت های ویژه او به مدت 6 روز در کما باقی میماند و هر گونه امیدی برای بهبودی سریع او از بین می رود. میزان مرگ در این موارد بیش از 97 درصد است. ناگهان در روز هفتم گویی که معجزه ای رخ می دهد، او چشمهایش را باز می کند، هوشیار می شود و پزشکان به راحتی و پس از مدت کوتاهی دستگاه تنفس مصنوعی او را بر می دارند. این واقعیت که دکتر الکساندر پس از یک هفته باقی ماندن در حالت کما، بیماریش کاملا بهبود پیدا می کند، واقعا بسیار چشمگیر و شگفت است. دکتر اسکات وید پیوست ب فرضیه از علم عصب که در بیان تجربه هم در نظر گرفتم هنگام مرور خاطراتم با چند جراح مغز و اصاب و دانشمندان دیگر چندین فرضیه متفاوت را در نظر گرفتم که می توانستند خاطراتم را توجیه کنند به سراحت می توانم بگویم که هیچ کدام از این فرضیات نتوانستند این تبادلات قوی پرمایه و بغرنج تجارب فراواقعی دروازه و هسته مرکزی را توضیح دهند. این فرضیه ها عبارتند از 1. قسمت بدوی ساقه مغز برای رفع دردهای جانفرسا و کشنده به طور خاص برنامه ریزی شده است. از نظر استدلال تکاملی، این توانایی ساقه مغز می تواند بقایای ترفند شبه مرگ باشد که در پستانداران پایینتر به عنوان وسیله دفاعی دیده می شود. این فرضیه نتوانست ماهیت تبادلات غنی و قوی این خاطرات را توجیه کند. دو به یاد آوردن آشفتوار خاطرات از قسمتهای عمقی سیستم لیمبیک به عنوان مثال آمیگدال جانبی زمانی که در مننج پرده های سطح مغز ملتهب می شوند و از کار می افتند. این قسمتهای عمقی که اصولاً تجربیات توهمزایی ایجاد می کنند به علت داشتن پوشش کافی متشکل از پرده های مغز از التحاب محافظت شده و به کار خود ادامه می دهند. این فرضیه هم نتوانست ماهیت تبادلات غنی این خاطرات را توجیه کند. 3. بلوک گلوتامات بدون القا و دخالت خارجی و بیرونی که ناشی از مرگ عصبی حاصل از تحریکات بیش از حد باشد همان نوع توهم ناشی از ماده بیهوشی کتامین را شبیه سازی می کند. ماده بیهوشی که بعضی اوقات برای توجیه تجربیات NDE به کار گرفته می شود. در اوایل تحصیلاتم در جراحی مغز و عصاب در دانشکده پزشکی هاروارد چندین بار شاهد تاثیرات داروی کتامین بودم. کتامین به عنوان داروی بیهوشی استفاده می شود. حالت توهمی که این دارو ایجاد می کرد خیلی ناخوشایند و پرتلاتون بود و هیچ شباهتی به تجربیات من در کما نداشت. چهار دیمتیل تریپتامین نیتروژن یا DMT یا تخلیه از قده سنوبری یا جای دیگری در مغز که یک آگونیست سروتونین طبیعی است که باعث توهمات زنده و شپرویایی می شود. به طور خاص در گیرنده های 5HT1A، 5HT2A و 5HT2C من شخصا با مواد مخدری آشنایی دارم که مربوط به آگونیست و آنتگونیست های سروتونین می شوند. مثل اسید یا الستی و مسکالین و آنها را در دوران بلوغ خود و در اوایل دهه هفته تجربه کردم. شخصا هیچ تجربه مصرف دی ام تی نداشتم ولی بیمارانی که تحت تاثیر آن بودند را دیدم. این احساس ماورای واقعی لازمه وجود نسبتا سالم و برقراری ناحیه شنوایی و دیداری نئوکورتکس در کنار هم است که به عنوان منطقه هدف چون این تجربه با شکوه سمعی بسری را ایجاد می کند که من در حالت کما داشتم. کمای دراز مدت به علت مننجیت باکتریایی که به آن مبتلا بودم شدیدن نیوکورتکس مرا صدمه زده بود. حال که نیوکورتکس محلی است که تمام سروتونین ترشح شده از هسته رافه در ساقی مغز یا DMT یک آگونیست سروتونین روی تجارب سمعی و تأثیر می گذارند. اما کورتکس من خاموش شده بود و در مغز من جایی برای عملکرد DMT نبود. بنابراین فرضیه دی ام تی بر اساس این احساس فراواقعی که است بر تجربه سمعی بسری بدون داشتن کورتکس که بتواند روی آن عملی شود رد است. 5. مسئولیت برخی از نواحی کورتکس مغز شاید بتواند کمی از تجارب را توجیه کند ولی این هم بعید به نظر می آید. به علت شدت بیماری مننژیت و مقاومت آن در مقابل معالجه برای مدت یک هفته تعداد گلوبول های سفید خون متجاوز از 2700 در میلی لیتر بود در حالی که 31 درصد آنها نوارهای مسمومیت گرانوله داشتند. گلوبول های سفید مایه مغزین و نخایی من متجاوز از 4300 در هر میلی لیتر بود و کاهش مقدار قند مایع مغزی نخایی به کمتر از یک میلی گرم در دسیلیتر رسیده بود. مقدار پروتئین مایع مغزی نخایی 1340 میلی گرم در دسیلیتر بود. شدت دخالت مننژیت همراه با اختلالات مغزی که در سی تی اسکن دیده میشد، نمایانگر تغییرات شدید در عملکرد قشر مغز بود و معاینه حرکات چشم هم نشان دهنده صدمه ساقه مغز بود. 6. برای توجیه تجربه فراواقعی که داشتم این فرضیه را مورد بررسی قرار دادم آیا امکان داشت که شبکه های نورون های بازدارنده مغز من عمدتا بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته بودند و این باعث شده بود که نورون های تحریکی مغز من از حد معمول فعالتر شده باشند و لذا منجر به تجربه فراواقعی من شده باشد البته معمولا منژیت به قسمت های سطحی قشر مغز آسیب میرساند به این علت هم این امکان وجود دارد که قسمت‌های عمیق‌تر قشر مغزی بتوانند تا حدی به فعالیت خود ادامه دهند. واحد محاسباتی نئوکورتکس یک ستون عملکردی شش لایه‌ای است که قطر خارجی هر یک دو دهم ده تا سه دهم ده میلیلیتر است. همپوشانی کناری قابل ملاحظه میان این ستون‌ها برای هرچه سریعتر قرارگیری یا هماهنگی ستون‌ها در کنار هم در جهت کنترل و تعدیل سیگنال‌های عصبی است که از مناطق زیرقشری، تالاموس، بازالگانگلیا و ساقه مغز به سمت قشر مغز می آیند. هر ستون دارای عواملی در سطح قشری مغز است. لایه های یک تا سه از این رو مننجیت مؤثرا صرفا با ایجاد اختلال در سطح قشر مغز عملکرد هر یک از ستونها را برهم می زند. طرز قرارگیری اعصاب تحریکی و مهاری که به صورت نسبتا یکسان و متوازنی میان این شش لایه قرار گرفتند این فرضیه را تصدیق نمی کند. مننجیت زمانی که روی کل مغز پخش شده باشد با توجه به ساختار ستونی به طور موثر تمامی نئوکورتکس را از کار می اندازد. یعنی احتیاج به این نیست که تمامی و عمق قشر مغزی آسیب ببیند تا اینکه کار کل قشر مغز مختل شود با در نظر گرفتن میزان عفونت من و اینکه ناهنجاری های عصبی من طولانی بود هفت روز احتمال اینکه حتی قسمت های عمیق کورتکس مغزم فعال بوده باشند هم البته بسیار کم بود. هفت بعضی از همکاران من این فرضیه را داشتند که شاید قسمت های تالاموس، بازال یا اقده های قاعده ای و ساقه مغز که قسمت های مغز هستند، قسمت هایی که زیر قشر مغز وجود دارند، باعث پردازش این تجربه فراواقعی بودند. اما باید در نظر گرفت که هیچ یک از این قسمت مغزی نمی توانند به تنهایی و بدون اینکه حداقل یک قسمتی از نئوکورتکس من دست نخورده باشد چنان کاری را انجام دهند. همه در انتها هم عقیده بودند که این قسمت هایی که زیر قشر مغز وجود دارند نمی توانند مقدار محاسبات زیادی را انجام دهند که وابسته به سلسله اعصاب هستند و باید برای یک چنین تجربه غنی پیش بیاید. 8. پدیده راهندازی مجدد تخلیه نامنظم خاطرات گسسته و نامرتبط عجیب و غریب مربوط به خاطرات قدیمی در نئوکورتکس که در شروع مجدد برگشت کورتکس به هوشیاری پس از یک اختلال گسترده طولانی مثل مننژیت گسترده من محتمل است. با در نظر گرفتن خاطرات پیچیده من این فرضیه به نظر خیلی ها بعید می آید. نو تولید خاطرات غیرعادی از طریق یک مسیر بسری قدیمی در قسمت مغز میانی که به طور برجستهای در پرندگان استفاده می شود و اما به ندرت در انسانها قابل شناسایی است. این مسیر را می توان در انسانهایی که به علت قسمت اکسیپیتال یا پس سری کورتکس نابینا شده اند مشاهده کرد. این فرضیه هم هیچ نشانی برای توجیه تجارب ماورای واقعی که من شاهد آن بودم و یا قسمت سمعی بسری تجربه من که با هم به صورت لایهی متصل بودند را نمیداد.